هی لاولیز، چطوری بچه ها؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من. بچه ها، من نمیخواستم این ویدیو رو درست کنم، اما دیدم که یه سری موضوعات توی یوتیوب دیدم که این جرقش به من خورد که من بیام بر شما این ویدیو رو درست بکنم. یعنی البته قبلش داشتم یه ویدیو دیگه درست میکردم و فکر نکنید همینجوری با این ظاهر اومدم یه هوی، ولی این موضوع به ذهنم نرسیده بود. اما بعد از دیدن یه سری ویدیوها این موضوع خیلی به ذهنم رسید و این موضوع به نظرم خیلی خیلی موضوع خیلی مهمیه. اینکه داشتم یوتیوب رو بالا پایین می‌کردم و دیدم که هر کسی داره از تجربیات زبان آموختن خودش میگه. من همه تیترام اینه که من چجوری زبان یاد گرفتم. خب ببین، یوتیوب، اینستاگرام پلتفرمی که آدما میان تجربیات خودشون رو به اشتراک میذارن و این خیلی خوبه. آدم ها یادگیری های متفاوتی دارن و این بهتون خیلی کمک میکنه که شاید بتونید راه خودتون رو پیدا بکنید. خودم گذاشتم جای کسی که میخواد زبان یاد بگیره. بعد گفتم خب من میام 5-6 تا ویدیوی افراد مختلف رو میبینم که گفتن چجوری زبان یاد گرفتیم. بعد یکی میگه کلاس برو، یکی میگه کلاس نرو، شری یه چیز دیگه میگه، اون یه چیز دیگه میگه. بعد گفتم خب من باشم الان مثلا دیگه قاطی میکنم، این چی بالاخره کی داره درست میگه، بالاخره این چیه، من گیسمو بکشم. صبر کن. نه، خب قانون شماره 1، آدما خیلی با هم متفاوتن، یادگیری ها خیلی متفاوته و اینو از منی بشنوید که با خیلی زبان آموز در ارتباط بودم. من خودم یه جوری یاد گرفتم، حالا اینو بهتون میگم در ادامه که خودم چجوری یاد گرفتم، ولی باور کن کسی رو ندیدم که مثل من بوده باشه. به خاطر این نمیگم که آدم ها خیلی متفاوتن، به خاطر شما دو نفر رو پیدا نمی کنید که عین هم باشن. من حتی با خواهر و برادرم که از یه خانواده اینا بودیم باز متفاوت بود سبک یادگیریمون و سبک خوندنمون، هر کس یه جوری بود. مثلا خواهر من دقیقا فرض کن همون کلاس منو میرفت، ولی اونقدی که من علاقه داشتم اون علاقه نداشت و اون مثلا از یه جایی به بعد ول کرد و من ول نکردم. میخوام بهت بگم که ببین، یه قانون نوشته اساسی اینا وجود نداره که بگم که این در مورد همه صدق میکنه. حرفی هم که میخوام بزنم تو نکته 1 اینه که تو نباید بیای خودت رو مقایسه بکنی با این اون و بگی که خب این چون داره خوب حرف میزنه هر کاری که این کرده منم بکنم همونجا میرسم، یا این اینجوریه. اینجوری نیست بچه‌ها، شما باید روش‌های مختلف رو امتحان بکنید و حتی اگه از آدم‌های مختلف ویدیو میبینید باید ببینید و بگید خب من اینو امتحان میکنم ببینم که در مورد من صادقه یا نه. ممکنه در مورد شما بچه‌ها جواب نده، ممکنه که شما اصلا اون روش رو دوست نداشته باشید. من خیلی دیدم توی تجربه‌ام با زبان آموزها که هر کسی با یه چیزی حال میکنه. حالا من به عنوان معلم همیشه توی جلسات با شخصیتشون با علایقشون آشنا میشم و سعی میکنم توی اون شخصیتتون علایق یه سری کار بدم که اینا مشغول بشن و بتونن یادگیریتون ببرن جلو. مثلا بچه ها بعضی ها اصلا خیلی فیلم و سریال دوست ندارن ببینن. حالا اینکه همش بگیم آقا فرندز ببین اصلا خب یا آقا من اصلا فیلم و سریال دوست ندارم، آیا به این معنی است که بس دیگه من نمیتونم یاد بگیرم؟ من در خصوص سریال فرندز خیلی توضیح دادم بچه ها توی ویدیو دیگه، حتما اون ویدیو ببینید. اما من خیلی یارو میشناسم که اصلا سریال و اینا نمیبینم ولی انگلیسی خوبی دارن. یعنی میخوام بهتون بگم که این که اگه مثلا یه فرندز رو خیلی هم بچه ها فرندز رو اصلا دوست ندارن، با فیلمش اصلا حال نمی کنن، اصلا بحث انگلیسیش نه، اصلا کیف ارتباط برقرار نمی کنن. من خیلی از این آدم ها دیدم. اما خب خیلی هم اصلا که خیلی دوست. که اصلا ما فرندز رو ندیدیم پس انگلیسیمون خوب نمیشه، ما اگه فیلم نبینیم پس این... نه، این جوابش بچه ها خیره، اما میتونه کمک بکنه. اما اگر شما نبینید به این معنی نیستش که نه دیگه تموم شد، دیگه هیچ راه دیگه وجود نداره براتون. یا آهنگ گوش کردن، بعضی از زبان آموزای خودم خیلی اهل آهنگ نیستن، مثلا خیلی آهنگ گوش نمیدن، آهنگ ایرانیشون گوش نمیدن. من نمیتونم بیام بگم که نه تو باید حتما آهنگ گوش کنی، اگه آهنگ گوش نکنی اصلا دیگه اصلا یاد نمیگیری. اینا بچه ها بهتون خیلی کمک میکنه خب، اما به این معنی نیستش که اگر که سمت اینا نرفتی، اگه علاقه نداری، اگه مثلا حوصلت نمیشه یه فیلمی رو ببینی، به این معنی است که دیگه بمبست تهش. اما راهکارش چیه؟ ببین، این که سعی کن یادگیری خودت رو بفهمی، این که به چه چیزای علاقه داری، چه چیزایی رو دوست داری،
و توی اونا سعی کنی که انگلیسیش رو بگنجونی. بعضی نوشتن خیلی دوست دارن، دوست دارن از روی متنی بنویسن، دوست دارن خاطراتشون رو بنویسن. بنویس. بعضی نوشتن دوست ندارن، بعضی شخصیت‌های خیلی درونگرایی دارن، بعضی شخصیت‌های برونگرایی دارن. اکثر اونایی که به خصوص معلم زبانن و اینا یا شخصیت‌های برونگرایی دارن. بچه‌ها شخصیت برونگرایی خیلی کمک می‌کنه به اینکه دوستای بیشتری داشته باشید و بتونید صحبت بکنید با آدم‌های مختلف. اما بعضی هستن که شخصیت درونگرا دارن و میگن شریک مثلا من نمیتونم برم با آدمو صحبت بکنم. آیا به این معناست که من دیگه نمیتونم یاد بگیرم؟ ببین خب جوابش خیلی آدم‌های درونگرا شاید دوست نداشته باشن برن با آدمو صحبت بکنن. دوست ندارن تکست بدن بینون، بلکه دوستن کتاب بیشتر بخونن، آهنگ شاید بیشتر گوش بدن. ولی آدمای مثلا برونگرا شاید حالا حوصله فیلم دیدن نداشته باشه، دوست داره بره با آدمای مختلف صحبت بکنه. پس می‌بینید چقدر ممکنه که اون استایل یادگیری آدم با هم متفاوت باشه. اما نکته خیلی مهم سنه. ببین اون سنی که شما شروع میکنی به یادگیری خیلی خیلی مهمه. حالا راجع به خودم میخوام بگم. ببین من وقتی که شروع کردم یادگیری زبان انگلیسی حالوش 12 سالم بود، هیچی از انگلیسی نمیدونستم، اصلا حتی الفابت هم نمیدونستم. رفتم سر کلاس، معلم اومد همه رو انگلیسی گفت دیگه، مثلا از دم انگلیسی گفت و من هیچی نمیدونستم. همه هم کلاسی هم میدونستم، از همه کوچیک‌تر بودم، میدونستن جواب میدادن، من اصلا نمیدونستم معلم داره با من حرف میزنه. بعد به شاید دوستم گفتم ببین به من اینجوری بزن من بفهمم داره با من حرف میزنه، اینقدر نمیدونستم. بعد چیکار کردم؟ به داداشم گفتم ببین معلم چیکار میکنه سر کلاس؟ گفت ببین این کار میکنه، این کار میکنه، چون اونم کلاس نمیدونم پسرونش رو میرفت، گفت این کار میکنه، این کار میکنه، تو هم اینا رو بخون. من میفهمیدم که خب باید فردا دفعه بعد مثلا چه چیزایی حاضر کنم و چه چیزایی شاید قراره بگه. سعی میکردم که اونا رو بخونم و گوش کنم و بشنوم. من هرگز ترجمه نکردم، فارسیش رو یاد نگرفتم، گرامری که اونجوری که مثلا بخوام حفظ کنم این حال ساده است این اینه یاد نگرفتم. من قبل از اینکه مثلا ماضی نقلی فارسی رو تو مدرسه توی یک قسمت زبان فارسی یاد بگیرم انگلیسی یاد گرفته بودم. اکثر کلمات رو اصلا دیکشنری مثلا نمیدونستم اصلا هست. میدونین چی میگم؟ و خیلی جمله بندیامو همینجوری میگفتم. اون یادگیری که توی اون سنه، حالا باز 12 هم در واقع چیزتر ها، ولی هرچی شما سنتون پایین و پایین و پایین تر باشه اصلا یادگیری یه مدل دیگه است. خب و وقتی که شما سنتون دیگه بالا میره، مثلا دیگه 22 23 به بالا و میخواید تازه شروع بکنید، یعنی تازه میخواید شروع بکنید فارسی قشنگ تو ذهنتون جا افتاده ساختارا فلان و میخواید شروع کنید، خیلی متفاوته. این که بعضیا مثلا میگن که اصلا نباید فارسی ترجمه بکنی، اصلا فارسی فلان، تو باید فقط اینو انگلیسی بفهمی. ببین برای کسی که سنش پایینه آره، یا مثلا فیلمو تو اصلا نباید زیرنویس انگلیسیشو نگاه بکنی، فقط باید گوش کنی، هیچو نباید. این برای سنای پایین میگم کاملا جوابه، خیلی خوب میفهمم و واقعا همیشه برای من عجیبه و یکی از ویدیوهای مورد علاقم همیشه اینه که بدونم این چی چیزی تو این مغزای سنای پایین اتفاق میفته که آدم اینقدر راحت هر زبونی ها، یعنی شما نمیدونم خیلی از بچه‌هایی که کانادا بزرگ میشن، آمریکا بزرگ میشن، با دو زبونه حداقل بزرگ میشن، سه زبونه حداقل بزرگ میشن. تو کانادا خیلی دو زبونه فارسی انگلیسی خوب بلدن، خب و یه چیز عادیه، خیلی قشنگ یاد میگیرن. ولی وقتی که سنت میره بالاتر این ساختارهای مغزی خیلی سخت‌تر یه سری از گرامرها رو یاد میگیره. ببین وقتی که سنت میره بالاتر ترجمه کردنه خیلی تو ذهن میاد و غیر قابل اجتنابه. برای همین من اگه بیام بگم نه اصلا نباید فارسی رو نگاه بکنی، اصلا نباید این کار رو بکنی، غیر واقع بینانه است. اما چیزی که من خیلی توصیه میکنم، تو همه ویدیوها هم توصیه کردم، اینه که این درصد رو به نسبت کم و کم و کمتر کنی. یعنی اگه روز اول فرض کن اومدی، حالا یه کتابیه، یه ویدیویه، یه فیلمیه یا هر چیزی رو دیدی انگلیسی، بعد فارسیش رو ترجمه کردی، مثلا 100% جمله رو ترجمه کردی، بیا ماه بعد اینو بکن 80%، بیا اینو بکن 70%، بیا اینو بکن 40%، و در طول یک سال سعی کن این رو برسونی مثلا به
40%، 30%، ولی صفر باز نمیشه، صفر میگم اصلا نمیشه، ولی درصدش رو کمتر کن. ترجمه فارسی رو سعی کن که کمتر بکنی و هر چقدر بتونی این کار رو بیشتر انجام بدی که فارسی فکر نکنی خیلی بهتره. من یه ویدیو هم گذاشتم برای اینکه چجوری فارسی فکر نکنیم، ولی این چیزی نیستش که مثلا برای همه توی هر سن و هر زمانی اتفاق بیفته. خیلی مهم اینه که خودت چه موقعیتی رو داری. سمی که ممکنه وجود داشته باشه مقایسه است. اینکه دختر خاله من اینجوری یاد گرفت، فلانی اینجوری یاد گرفت، مثلا اون یکی همسایه بغلیمون اون کلاس رو رفت، این اون پکیج رو خرید، اون اصلا فیلم فقط دید، این اصلا کتاب خون. آدم ها گفتن بچه ها یادگیری خیلی متفاوتی دارن و من مثلا توی خانواده بزرگ شدم که ستامون، یعنی من، برادرم و خواهرم، یه کلاس زبان رو میرفتیم دقیقا، ولی هر کس مسیرهای مختلفی رفت. اما من خیلی آهنگ دوست داشتم، خیلی فیلم دوست داشتم، برادرم بیشتر کتاب دوست داشت، دوست داشت کتاب مثلا درسی آکادمیک بخونه، خواهرم نه، خیلی کلن علاقه مثلا زیادی نداشت. ببین نمیتونی بگی که همه آدما مثلا باید یه جور یاد بگیرن. تازه ما یعنی در واقع توی خانواده از نظر ژنتیکی یه جور باشیم، یه کلاس هم، یه پرورش هم، یه آموزش هم دیده باشیم، ولی بالاخره آدما خیلی متفاوتن و شما نمیتونید بگید که هر کس یه جوره. پس دست از مقایسه بکش و سعی نکن که خودتو مقایسه کنی. سعی کن برای خودت وقت بذاری و به خودت توجه بکنی، بگی خب من شری با این آدم با این خصوصیت، بذار برم روش های مختلف رو امتحان بکنم ببینم کدوم برام خوبه و کدوم جواب میده. این که مثلا برای فلانی جواب داده دلیل نمیشه برای من جواب بده. این که اگه اون انگلیسی شو اینقدر خوب داره حرف میزنه این کارو کرده، دلیل نمیشه منم بتونم همون کارو انجام بدم و خوب بشه. برید راه های مختلف رو امتحان کنید و ببینید با کدومش بیشتر ارتباط برقرار میکنید و دوستش دارید. این که کلاس بریم کلاس نریم، بچه‌ها کلاس رفتن خیلی کمک میکنه، چرا کمک نمیکنه؟ اما به این معنی نیستش که دیگه هیچی نیاز ندارید یا کافیه یا مثلا، نه، کلاس رفتن خیلی به شما کمک میکنه که یه دیسیپلین داشته باشید، که بخواید از یه جای شروع کنید به یه جای دیگه، معلم داشته باشین بالا سرتون و بهتون بگه که چی به چیه. مثلا نمیتونید خودتون صفر شروع بکنید چیزی رو گفتن. اما حالا میدونی چیه؟ من بهتون گفتم بس انگلیسی رو چجوری یاد گرفتم. الان خودم رو تو این سن 23 سالگی میذارم جایی که مثلا فرض کن 5 نفر ژاپنی نشستن اینجا و دارن ژاپنی حرف میزنن. خیلی به این موضوع فکر کردم، گفتم واقعا من الان مثلا یه 5 نفر اینجا ژاپنی بشینه حرف بزنه، آیا مثلا بعد از روز 50 میتونم حرف بزنم؟ اصلا میتونم بفهمم؟ واقعا نمیتونم بفهمم. یعنی حتما باید بنویسه و من برم حداقل به انگلیسی ترجمه کنم بفهمم چیه. یعنی واقعا اون یادگیری که مثلا من تو 12 سالگی نسبت به انگلیسی داشتم تو این سن نمیتونم نسبت به زبان دیگه ای داشته باشم. اما به این معنی نیستش که مثلا دیگه نمیشه یاد گرفت. میخوام بگم متفاوته، یعنی اگه تو این سن من بخوام فرانسه یاد بگیرم متفاوته از اون روشی که من تو 12 سالگی انگلیسی یاد گرفتم، روش ها متفاوته. اما حالا اگه خود من بخوام الان یه زبان دیگه یاد بگیرم، یادگیریش متفاوته و نمیتونم انتظار داشته باشم همون جوری که انگلیسی رو یاد گرفتم ژاپنی رو یاد بگیرم. الان من نمیتونم یه جمعی که داره اسپانیش صحبت میکنه همه با هم بفهمم چی داره میگه و همونو بگم، یا مثلا فقط فیلم اسپانیایی گوش بدم اسپانیاییم خوب بشه. حتما اگر دارم اسپانیایی رو میبینم باید حتما زیرنویس انگلیسیش رو ببینم، مگه نه نمیفهمم، واقعا نمیفهمم. برای همین اینی که مثلا بخوام بگم که وقتی شما انگلیسی رو میبینی حتما باید انگلیسی رو بفهمی نیست. ولی کاری که میکنم اینه که اگر که مثلا اسپانیش رو میبینم انگلیسی رو نگاه میکنم، مرور میکنم، تمرین میکنم، سعی میکنم کم کم دیگه از اسپانیش مثلا به انگلیسی کمتر ترجمه بکنم، سعی میکنم خود دیکشنری الیمنتری مثلا اسپانیش رو بگیرم و ریز ریز معنی ها رو یاد بگیرم و به مرور و مرور و مرور این کمتر بشه. خلاصه کلام، هر کس یک نوع روش یادگیری داره، بهش میگن learning style. هر کس یه نوع استایل یادگیری داره و شما باید بر خودت وقت بذاری. ببین بر خودت وقت بذار و
سعی کن بفهمی که خود تو چجوری میتونی بهتر زبان انگلیسی رو یاد بگی و باهاش بیشتر ارتباط برقرار بکنی، وگرنه راه درست و راه غلط و اینکه همه فرندز میبینن پس منم باید برم فرندز ببینم، پس چرا همه فرندز دیدن خوب شدن من خوب نشدم، پس ایراد از منه، اینا هم بچه‌ها اشتباهه و باورهای غلطیه. سعی کنید که به خودتون بیشتر فکر بکنید، اینکه من چجوری ام، چه جور شخصیتی دارم و چه چیزایی بیشتر حال میکنم. و چیزی که مهمه صبر، آقا صبر، تلاش، پشت کار، آرامش، عشق. عشق داری؟ بفرما، بیا جلو. مرسی که بچه با من همراه بودین، لایک و کامنت هم که میدونم انقدر زدین و کوبوندین و اینا که شرمنده کردی، اصلا این عرق داره میریزه، ولی حتما یادت باشه که بر من کامنت بذار و بگو که کدومی که از حرفامو دوست داشتی، راجب خودت چی، با کدومی که از حرفا بیشتر ارتباط برقرار کردی و میبینمت.